من بهرام حسن‌پور هستم، یکی از 36 گروگان اشرفی که در حمل و هجوم وحشیانه سال گذشته مزدورای عجیل شده خامنه‌ای مالکی به اشرف صورت گرفت، به گروگان گرفته شدم و همراه بقیه گروگان‌های اشرفی 72 روز در اعتصاب غذا بودیم که به کمک هموطنان عزیز و پایداری اشرفی ها پوز دشمن رو به خاک مالیدیم. من در رابطه با سیرک ننگین و کثیف خامنه ای و مالکی جنایتکار که جلوی درب اشرف علیه ما اشرفی ها ترتیب داده شده چند کلمه میخواستم به شما بگم. این سیرک ننگینی که مدتی جلوی درب اشرف در جریانه و اونقدر رسوا و شکست خورده است که خامنه ای و وزارت اطلاعاتش میخوام با ترفندها و دروغهای مختلف برای این سیرکشون خریدار یا تماشاچی جمع جور کنن. میخوام بگم که وزارت اطلاعات فکر میکنه با این کاراش، با این جست و خیزای کثیف و رذیلانه میتونه نتیجه جز رسوایی خودش خامنه ای و کمیته سرکوب اشرف داشته باشه، که اونو هم خامنه ای هم مالکی تاریخ تموم شدهش کور خوندن و غلط کردن. به غیر از این، به غیر از رسوایی خودشون هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. سال گذشته بعد از اینکه مالکی جنایتکار و کمیته سرکوبش مجبور شدن در اثر فشارهای بین المللی ما رو آزاد بکنن، من با خانواده‌ام در تبریز تماس گرفتم و متوجه شدم موقعی که ما در زندان خالص بودیم و هنوز صحبت از جابجایی ما به بغداد نبود، وزارت اطلاعات سراغ خانواده‌ام رفته و ازشون خواسته بود با هتل‌های بغداد تماس بگیرن. مشخصه که وزارت اطلاعات رژیم آخوندی از قبل خبر داشت که ما رو قرار به بغداد منتقل کنن، به خونه‌های امن منتقل کنن و این در واقع میشه گفت این سیرک ننگین و کثیف رژیم هم جلوی درب اشرف ادامه همون جنایات که میخوان بر علیه ما اشرفی ها اعمال کنن. بینندگان عزیز، خامنه ای در تنگنای قیام و تلسم شکستش میخواد با این توطئه‌هاش هم شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، خانواده های مجاهدین در داخل، قیام آفرین های اشرف نشان و تمامی جنایاتش رو در داخل ایران سرپوش بذاره و این که با این توطئه ها اشرف رو که مصداق بارز سرنگونیشه از میان برداره تا خودش رو از سرنگونی در ببره، که اینو البته کور خونده. و اینجا میخوام هشدار بدم به مأموران و مزدوران خامنه ای و وزارت اطلاعات، چه جلوی درب اشرف، چه داخل و چه خارج، شماها هر کسی که هر قطره خونی چه در اشرف و چه در داخل در اعدام خانواده ها و زندانیان سیاسی و قیام آفرینان شرکت داشته، به زودی باید در برابر مردم ایران و قانون و دادگاه پاسخگو باشه. در اینجا میخوام با اجازتون چند کلمه با هموطنای ترکی زبان، به خصوص همشهری های عزیز تبریزیم، ترکی صحبت کنم. عزیز هموطنلر، عزیز همشهرلرم،
Hamımızın xidmətinizə salam arz edirəm. O cür ki, bundan qabaq arz elədim xidmətinizə, Xamenei və onun kəsif vəzarəti ittilatı biri də mozdur, biri də xain özün satmış xudfuruxdəni Əşrəfin qapısının qabağına gətirib və 6 aydı 30 dənə böyük biləndi qunla biz Əşrəfrəlli təhdid edirlər. Deyirlər, sizin Əşrəfi toprağa çəkəcək yox, Əşrəfi nabud eləyəcək yox, sizin dilizi kəsəcək yox və ənvai bu sözlər ki, özlərinə yaraşır. Amma Xamenei və Maliki belə fikirlər ki, bu sözlərlə, bu işlərlə biz Əşrəflilərin əzm-cəzminə ki, əzm eləmişik, Xamenei-ni sərnigun eləyək. Bizim iradəmizdə təsir qoysunlar. Dər surəti ki, ittifaqən bu işlərlə bais olurlar, bizim imanımız bu yolumuza qəvi olsun. İmanımız çoxalır bu yolda. Axı, Əşrəf 30 ildir İran və İranlının azadlığına mübarizə edir. Əşrəf hər kəs ki, bu rejimin qabağında dayansa, onun olqusudur. Əşrəf qiyam nəslinə olqudur, onun ümididir, onu ilham bəxşidir. Axı, biz Səttarxan nəvəsi yox, biz Hənif Nəcadın nəsli yox. Sazış və təslim bizə yaraşmaz, heyhat min nəsillə. Bir gecə ay çıxanda biz çıxarıq, ulduz kimin axarıq. Sel təkin gəlib, dağdan axarıq, düşmanın etdiyinə ot yaxarıq. Axı, biz and içmişik bu rejimi sarnıqın eləyək və eləyəcəyik. Bu yolun qiymətini vermişik, hər nə qədə lazım olsa verəcəyik, ta bu rejimi sarnıqın eləyək və eləyəcəyik. Biz and içmişik, biz inqilab yolunda and içmişik, candan geçmişik, azadlığı intiqab eləmişik. Biz inqilab yolunda and içmişik, canımızdan geçmişik, bu yolu seçmişik. Mərc bər Xamenei, durud bər Rəcəvi, salam bər Azadi.